مجددا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تا الان ما این چیا یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم شماتیک بکشیم. شماتیک اون نقاشیه بود، بعد شماتیکمون رو کردیم پی سی بی، بعد پی سی بی مون رو اومدیم با مفهوم فوت پرینت آشنا شدیم. فوت پرینت که آشنا شدیم شروع کردیم، حالا ترک های بینش رو کشیدیم. ترک هایی که کشیدیم فهمیدیم که ترک تاپ داریم، ترک باتم داریم. توی این ترک تاپ و باتم کشیدن با مفهوم وی آی و وای آشنا شدیم، تونستیم سایزاشون رو تغییر بدیم. حالا تو این مرحله میخوایم پی سی بی مون رو آماده چاپ کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب من یه سری قطعه اینجا کشیدم، ولی این قطعاتی که من کشیدم چه معنی میده؟ بردی که بدم چاپ کنم سایزش چند در چند میشه؟ بریم ببینیم چیه موضوع. اینجا یه مفهومی هست به نام کیپ اوت لایر. از این منوی بالا اگه کلیک راست کنین، یا اگه روش وایسین روش مینویسه پلیس کیپ اوت ترک، و اگه کلیک راست کنید میتونید ترک کیپ اوت رو انتخاب کنید. از این منوی پلیس کیپ اوت اینجا هم قابل دسترسیه، اینجا هم من میتونم مثلا یه ترک کیپ اوت بکشم. خب ترک کیپ اوت آماده است، میبینین این به علاوه سبز اومده روی تصویر من. اگه من تبو بزنم کلا توی این ابزار هر جایی که شما ایسو سلکت کرده باشید تبو بزنید براتون پراپرتیز باز میشه. از منویی که تاپ لایر یا باتم لایر داره، از همین منو نگاه کنید، یه قسمتش هست کیپ اوت لایر. کیپ اوت لایر چیه؟ ببینید صورتی رنگش. کیپ اوت لایر چی هست؟ خب بذارید من اول بکشم شما ببینید. اولا میخوام که برد مربعی داشته باشم، مثلا میام اینو اینجوری میکشم، اینم به این وصل میکنم و تمام. خب کیپ اوت لایر چیه؟ کیپ اوت لایر اون جاییه که وقتی شما بردتون میدین چاپ، یه دستگاهی میاد اینجوری با فرز از روی این خط صورتی واسهتون رد میکنه و میاد اون برده رو واسهتون قاچش میکنه، اون برده کوچولو بهتون میده. بچه اگه بخوایم دقیقا بهتون بگیم چجوری یه برد چاپ میشه، اینجوری که یه شیتی تعیین میشه. این شیت مثلا بهتون خود اون شرکتی که داری باهاش کار میکنید بهتون میگه، میگه مثلا شیت های من 30 سانت در 40 سانته. خب شما وقتی یه برد کوچیک دارید، اون برد کوچیکتون رو که میدید به اون شرکت براتون بزنه، اون شرکته میاد این برد کوچیکتون رو میذاره یه گوشه از اون 30 سانت در 40 سانته، بعد با یه ماشینی آخر کار که بردتون چاپ شد میاد این برد شما رو قاچش میکنه، اون تیکه برد شما رو بهتون تحویل میده. خب حالا پس این شد مفهوم کیپ اوت لایر. حالا من اگه بیام یکی از کیپاتا رو روش بزنم، تبو بزنم مثل ترک، تبو بزنم که بقیهش هم سلکت بشه، خب بعد برم داخل دیزاین بورد شیپ دیفاین بورد شیپ فرام سلکتد آبجکت. سلکتد آبجکت من چیه؟ همین چهار تا خط کیپاتی که من کشیدم. دیفاینی که بزنم یه همین اون فضا مشکی من یه فضای کوچیک شد. اگه وی اف بزنم حالا دیگه فقط تو این فضای کوچیک برام میاد. خب از این شد واسه اینکه من بیام دور تا دوره بردم و مشخص کنم. خب اینجا لازمه یه چند تا نکته راجع به سایز طول خطام بهتون بدم. همه این خطایی که شما دارید میکشید ابتدا دارن، انتها دارن و طول دارن. خب الان من مثلا روی این کلیک میکنم، پراپرتیز رو باز میکنم، چی به هم میگه؟ میگه عرض این چیزی که کشیدی اگه به میلیمتر بخوای بهش نگاه کنی 0.254. حالا من مثلا کیو رو میذارم به امایل، نگاه کنیم که یکم عدداش قشنگ‌تر بشه. میگه عرض ما 10 میله، یعنی 10 میلی اینچ. خب گفته استارتش از این پوزیشن ایکس و وای شروع شده، اندش از این پوزیشن ایکس و وای، و طولش 1520 امایل. 1500 امایل. حالا مثلا من بیام کیو رو بزنم دوباره به میلیمتر ببینمش دوباره، وقتی میلیمتر نگاهش میکنم چی میگه؟ مثلا میگه 36 ممیز 6 دهم مثلا امایل. خب میلیمتره. خب حالا من میام چیکار کنم؟ مثلا من میخوام که نه، به هم کارفرما گفته یه بردی باید طراحی کنی طول ماکسیمومش باید مثلا 30 سانت در 40 سانت باشه. خب من میخوام اینورم 30 سانت باشه، اینو 30 سانت نه ببخشید 30 میلیمتر باشه یا 3 سانت باشه. پس من میام اینو 30 میلیمتر میذارم که 3 سانت بشه. خب حالا این خط رو چیکار میکنم؟ این خط رو 40 میذارم چون کارفرما بهم گفته 4 سانت. خب حالا مثلا کارفرما کمتر هم گفته چرا 40، مثلا بگیم مثلا کارمنده گفته 25. خب الان دوتا خط دارم که کوچیکترن. حالا همین خط هم اگه کنترل ایکس کنم از این سرش بیام اینجا کنترل وی کنم اینجا،
بعد بیام این دوتا رو هم پاک کنم، این دوتا رو هم کپی کنم، کنترل سی و از اینجا کنترل سی کنم، بعد پیست کنم کنترل وی و به این ناحیه بذارمش، چی میبینم؟ یه برد مثلا 25 در فلان که الان این چیزایی که من کشیدم داخلش نیست. خب من میتونم اینو سلکتش کنم، بیام جابجاش کنم، مثلا بنزم یه جوری که این مک به مک داخلش در بیاد. میبینی؟ خب بس تا اینجا الان همه به نظر میاد که چیز کار خاصی نکردیم. الان دوباره من اگه دیزاین بورد شیپ، دیفاین بورد شیپ بزنم، میبینید که کوچیک‌تر شد. خب اگر الان هم زمان با من در حال انجام این کار باشین، یکم مشکل براتون پیش اومده. توی کپی پیست این افزار یه مقدار یوزر فرندلی نیست از قول من، ولی وقتی باهاش آشنا بشید دیگه از اون به بعدش یوزر فرندلی. یعنی اولین بار یکم سختتون رو باهاش کار کردم. کپی پیست توی آلتیوم یه منطقی داره، میگه وقتی شما یه چیزو سلکت کردی میخوای کپیش کنی، بذار من اینجا بسات میام، همون کنترل سی کنترل وی دارم میکنم، ولی ببینید چطور میفته. وقتی کنترل سی میزنم هنوز هیچ چیزی کپی نشده، میگه این چیزی که میخوای کپی کنی و نسبت به کجا کپی کنی. مثلا من یه بار میام نسبت به این نقطه خود این پایه یکش کپی میکنم. خب حالا من اگه میام اینجا پیستش کنم یا همون کنترل وی کنم، اگه ببینید موس من دقیقا رو همون پایه که کپیش کردم مونده. خب حالا فرض کنی یه بار دیگه من اینو کپی میکنم، این دفعه میام مثلا از این نوک LED این کارو میکنم. خب حالا اگه کنترل وی کنم، این دفعه میبینید اون موس من روی اون نوک اونه. آلتیوم میگه از کجا داری کپیش میکنی یا از کجا داری کاتش میکنی، اونو نیاز داری. یعنی بعد از اینکه شما کنترل سی رو میزنین، بعد انتخاب کنید منظورتون از کدوم نقطه است، این چیزی که شما سلکت کردید از کدوم نقطه میخواید کپی پیست کنید. اینم که از موضوع کپی پیست. خب ما تا الان چیکار کردیم؟ یه دونه بردی و فعلا درآوردیم که روش سه تا قطعه خیلی ساده است. خب حالا میخوایم سری ریزه کاریاش انجام بدیم. اولا برد شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید مثلا روی هوا معلق و مغناطیس نگهش دارید؟ نمیشه که. احتمالاً ما باید یه سری جاپیچ واسه بردمون تعبیه کنیم. جاپیچا چیکار میکنن؟ یه سری سوراخن که باعث میشه شما از اون طرف بتونید با اسپیسری پیچی چیزی این برد رو روی جا فیکس ببندید. خب برای این کار از همین منوی بالا، خب اگه کلیک راست کنید این وی آر شما تسین دستی از این منو هم انتخاب کنید. اگه کلیک راست کنید یه قسمتی هم داره پد. خب چه ویا چه پد فرق نداره، برای جاپیچ میتونید از هر جفتش استفاده کنید. من خودم همیشه از پد استفاده میکنم. خب پد رو اگه من روش زوم کنم ببینید، یه چیز شبیه همین پیناییه که این دوستمون هر مثلا پارامتری که گذاشتیم برامون از قله چیزش گذاشته. خب حالا چیکار میکنیم؟ این پده، اگه من تبو بزنم پراپرتیزش باز میشه. خب این پدی که من دارم ببینید یه همچین ساختاری داره، یه گوشت بیرونی داره، یه سوراخ درونی داره. خب و رو و زیر، یعنی هر دو تو هر دو لیر هست، داره لیر بالا رو به لیر پایین وصل میکنه. خب حالا شما کاری که میتونید روش انجام بدید، مثلا من بیام بگم که ببین گوشت بیرونیش میخوام که مثلا 5 میلیمتر باشه، گوشت بیرونیه مثلا 5x5 باشه. میتونید 5x5 هم نذارید، مثلا میتونید یه برشو مستطیل کنید، مثلا بشه 4x5. خب حالا برای این جاپیچی که ما میخواییم بذاریم احتمالاً نباید این کار بکنیم، یعنی احتمالاً چیزی که ما نیاز داریم همون 5x5 یه سه گرد باشه، چون جاپیچ ها اومن گردن. خب بعد دیگه چه کاری میتونیم بکنیم؟ دیگه بعد هول سایزشو تعیین کنیم. مثلا میگم من اسپیسری که دارم مثلا از بازار میخرم، اسپیسری که پیچ 3 میلیمتر بهش میخوره، پیچ 3 میلیمتر وقتی بخواد از توش رد شه، یعنی من سوراخی که باید بزنم 3 میلیمتره. منتها یه مقدار توی ساخت ما تلورانس داریم، پس در نتیجه ما همیشه برای پیچ، برای جا پیچ همیشه یه نیم تا بیشتر اوور میگیریم. یعنی من وقتی میخوام 3 میلیمتر بشه میگم 3.5 میلیمتر بشه. این شد جا پیچ من مثلا. خب این جا پیچ رو گذاشتم اینجا، یه جا پیچ گذاشتم اینجا، مثلا 4 تا جا پیچ میخوام بذارم که قشنگ بردم با 4 تا پیچ خوشگل بستش. خب دیگه ریزه کاری چی داریم؟ خب این جابجا رو میبینید من همینجوری شانسی الکی الکی گذاشتم، یه جوری نشده به نظرتون؟ مثلا یکم این بالاتر از اینه، این پایین تا یه مثلا اینو فکر کنم اینجا گذاشتم، این پایینه این بالاست. خب مهندس مکانیکی که دارید باش کار میکنید میاد بهتون دعواتون میکنه، فوشتون میده، چه وضعشه؟ مثلا یکم درست طراحی کن. خب چیکار میکنین؟
این جاپیچا رو باید با هم دیگه به اصطلاح الاین کنیم. الاین کردن یعنی چی؟ یعنی اینا رو توی یه سطح قرار دادم. خب ما چند مدل الاین داریم؟ الان میخوام تو این درس الاین رو بهتون بگم. خب اولین چیز، این دوتا جاپیچو نگاه کنید، من میخوام این دوتا هر دو برم بالا جای مثلا نزدیک اون سه بشنن. کلیک راست که کنم از منوی الاین که نگاه کنم، خب چند تا گزینه الاین بهم میده. مثلا من اگه الاین رایت کنم چیکار میشه؟ این دوه میره این طرف، درسته؟ خب من نمیخوام بره این طرف، دوباره میرم تو منوی الاین، این دفعه الاین تاپ میکنم. الاین تاپ که کنم این دوتا میرن توی یه سطح بالا قرار میگیرن. خب حالا اگه دقت کنین، خود آلتیوم جاهایی که شورتکات واسش تعریف شده بهتون شورتکات ها رو گفته. مثلا الاین تاپ میشه شیفت کنترل تی، الاین باتم میشه شیفت کنترل بی تاپ باتم. خب یا مثلا ال و آر واسه رایت و لفتشه. خب ورتیکال و هوریزونتال هم همین الان میخوام تا اینجا اومدیم دیگه بهتون بگم. پس من اول از همه اینا رو همه رو الاین میکنم، میشه شیفت کنترل ال. خب مثلا اینو میذارمش اینجا که ببینه چشمتون، ببینید شیفت کنترل رایت، حالا این و اینو سلکت میکنم شیفت کنترل بی. میبینین اون یکی شیفت کنترل آر بود، یکی شیفت کنترل بی. خب الان جا پیچامون اومدن سر جاشون نشستن. حالا من میام اینجا واسه اینکه شما داستان ورتیکال و هورایزونتال هم ببینین، اینجا واسه تون انجامش میدم. فکر کنین من اینجا سه تا جاپیچ دارم. خب حالا این فقط واسه جاپیچ نیست، واسه هر قطعه‌ای هست ممکن مقاومتتون رو بخواید درست بچینید. خب اول از همه همه این جاپیچامو دوست دارم اول الاین تاپ کنم، مثلا همشون میاد توی یه سطح. خب بعد یه گزینه داریم الاین هورایزونتال، خب یا شیفت کنترل اچ، خب دیستریبیوت هوریزونتالی میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من بزنم میاد همه این پارامترهایی که هست رو با فاصله یکسان از هم میچینه. کاربردش کجاست؟ قطعه یکسانی که دارید رو میتونید خیلی تمیز و زیبا بچینید. حالا من تو جلسات بعد براتون یه سری پیس بی که قبلا کشیدم و میارم که ببینید مثلا وقتی مقاومت ها رو بغل هم صد دانه یاقوت دست به دست میچینیم، اصلا دید کارفرما نسبت به کارمون تغییر میکنه، میگه این واسه این پی سی بی وقت گذاشته، این بلده چجوری پی سی بی بکشه. خب حالا همینو ما که این شد کنترل شیفت اچ دیگه، حالا ما همینو داخل هوریزونتالیش هم داریم، چی داخل ورتیکالیش هم داریم. یعنی ببینید الان من سلکت میکنم مثلا لفت، کنترل شیفت وی، ورتیکالی که کنم میاد اینا رو تو فاصله ورتیکال از هم دیگه فاصله شون رو یکسان میکنم. خب حله، این هم از این کار. یه موضوع دیگه بیشتر نمونده، موضوع دیگه اینه که خوشگل کاریای داخله بورد. ببینید شما اگه بورد خودتون میخواید مونتاژ کنید به این فایل دسترسی دارید، خیلی شاید لازم نباشه چاپ سفید بزنید، خودتون بهش دسترسی دارید اگه نخواید هزینه کنید. اما وقتی یه نفر وقتی توی شرکتی کار میکنید دیگه شما نیستید که این بورد رو میخواید مونتاژش کنید، احتمالا شما یه مهندسی هستید که این بورد رو طراحی میکنه، یه بنده خدایی هم مونتاژکار میاد این بورد رو مونتاژ میکنه. برای مونتاژ اون بورد ما دیزاینیتور باید تعیین کنیم و این دیزاینیتورها رو مونتاژکار میبینه و از روی یه دیزاینر و یه لیستی که بهش دادیم که بیاد این دیزاینر رو تعیین کنه. مثلا LED 1 باید یک LED قرمز رنگ دیپ مثلا چه میدونم 3 ولت مثلا بهش بخوره، یه همچین چیزی. خب واسه شون اسپک مینویسیم، از روی اون میفهمه، میره اون قطعه رو از اون پالتش ور میداره میاره اینجا که میخواد لحیم میکنه. خب پس به این نوشته ها میگن دیزاینیتور. و این نوشته ها رو کجا میتونید پیدا کنین؟ اگه خاطرتون باشه داخل همین شماتیکتون، همینجا که ببینید، میبینید اینجا یه دونه مثلا نوشته بات، یا اگه من روش دابل کلیک کنم مثلا پراپرتیز رو باز کنم یا تب رو بزنم فرق نداره، خب میتونید اینجا به عنوان دیزاینیتور یا دیزاینیتوری بهش بدید. الان دیزاینیتور ما با توجه به همین شماتیکی که ما کشیدیم و خود سیستم ورده LED 1، باتری و R1 هستن، این سه تا دیزاینیتور وجود دارن. خب بحث دیگه چیه؟ یه سری نوشته‌ای که ما خودمون دوست داریم بنویسیم. اگه بیاید این منوی این بالا رو نگاه کنید، یه دونه A داره یه دونه هم خط داره. خب حالا مثلا من این A رو برمیدارم میرم، A رو که برمیدارم میرم این نوشته استرینگ. خب یه تبو میزنم میگه که این استرینگ مولتی لیر باشه، تاپ لیر باشه، باتم لیر باشه، تاپ اوورلی باشه. مثلا من میخوام با ترک بنویسم، اگه بخوام با ترک بنویسم بعد قرمزش کنم، مثلا هم تاپ لیرش کنم. خب قرمز که از اینجا استرینگ، مثلا من میگم اینو مهردادیسمیا نوشتن، درسته؟ حالا مثلا کپس لاک هم روشنه مهردادیسم مثلا. خب
اینجا یه نوشته مهدادی است با ترک می نویسم. خب این با ترک نوشتم میتونم سایزش هم تغییر بدم دیگه، مثلا هایتش رو مثلا بکنم 1.2 مثلا کوچیک‌تر بشه جا بشه، یا مثلا این ویدیوشو بکنم مثلا 0.3 یکم مثلا توپل‌تر بشه. خب اینو میذارمش اینجا. خب چرا من اینو با قرمز مثلا نوشتم یا مثلا با آبی؟ این باعث میشه که شبیه ترک بشه، چون وقتی که چاپ سبز و اینو میاد روی بردتون، اون ترکاتون محافظت میشن. خب وقتی میخواید بردتون از کپی شدن جلوگیریش کنی، میایین با ترک میکشین که اگرم یه نفر خواست این برد شما رو بخره، بره یه جایی جایگذاری کنه بدون اینکه به شما پول بده، میتونه باید مجبور شه که اینا رو همه رو بیاره خراش بده، بردشو زش کنه. خب ترجیح میده یا از بردتون استفاده نکنه یا اگه استفاده میکنه پولشو بهتون بپردازه. خب حالا همینو من میتونم مثلا یه کپی میگیرم ازش اینور پیست میکنم، اندفعه با چی؟ اندفعه مثلا من میذارمش اینجا، اندفعه پراپرتیز، اندفعه به جای تاپ لیر مثلا میکنم تاپ اوورلی. خب یه دونه هم مثلا از همینا دوباره کنترل سی کنترل وی این وسط میکنم، اینو میکنمش باتم اوورلی. خب حله، من سه تا نوشته اینجا گذاشتم. خب بریم سه بعدیش کنیم ببینیم چی میبینیم. اگه سه بعدیش کنم، روی بورد با ترک نوشتم مهردادیس و با چاپ سفید هم نوشتم مرتدیس، میبینید دیگه اون بردمون شبیه اون بردی شد که ما میشناسیم از برده سبز. خب اگه وی بیو بزنم، زیرش هم نوشتم مرتدیس، میبینید این زیرش که نوشتم مرتدیس، ما میبینید چه اتفاقی واسش افتاده، مرتدیسمش چه جوری شده. این به خاطر اینی که حالا اون کپی پیستی که کردیم، یعنی اصلا میتونیم توی این حرکت اگه من دو بعدیش کنم اینو بردارم. خب من چون کپی پیست کردم این اتفاق افتاده. الان من اگه بیام مثلا اینو باتم لیر کنم، ایو بزنم و مهدادیسمو بذارم، آها نه ببخشید، وقتی که دارم دیزاین اینطور میذارم اینو خودم باید فلیپش کنم، یعنی خودم باید بچرخونمش. خب چرخوندن اینم بهتون یاد میدم. خلاصه که ما میتونیم نوشته ها رو روی بورد بذاریم تا اینجا اوکیه. خب بخش آخر، یه سری چیز میز هستن که واسه ما مهمه مثبت منفی میذارن. مثلا وقتی که اون کسی که میخواد به بورد وصل کنه، اگه ندونه مثبت منفی چیه برعکس بزنه، ممکنه مدار ما بسوزه. خب از همین استرینگ استفاده میکنیم. خب مثلا میایم تاپ اوورلی تعریفش میکنیم. خب و اینکه حالا تکست هایتش اینا مثلا مهم نیست. خب چی میخوایم بنویسیم توش، این مهمه. مثلا من میام می نویسم به جای مرتدیس می نویسم آقا این مثبت 5 باید بهش بخوره. خب میذارم روی باتری قسمت مثلا مثبت، یا مثلا میخوام بگم این گراند باید بهش بخوره، میذارم قسمت باتری این به. خب یا مثلا LED ما، خودتون احتمال میدونین LED مثبت منفیش مهمه. خب یه مثبت طور مهمه دیگه، به اونی که داره مونتاژگاه بگم مثبتش کدومه یا منفیش کدومه. خب مثلا فرض کنید من میگم مثبتش کدومه و مثبتش کدوم میشه، مثلا مثبتش میشه این دوستمون. خب مثبتش میشه این دوستمون، درسته؟ این هم اینجا. خب تا اینجا که این مثبته رو ببخش، من با سیستم اشتباهی نوشتمش، تاپ اوورلی میذارم و مثبت میذارم اینجا. حله. خب من اگه اینو سه بودیش کنم چی میبینیم؟ وی بی میزنیم. خب یه مهردادیسم با ترک نوشته شده که نتونم پاکش کنم، یه مهردادیسم بدون ترک حالا میتونم پاکش کنم ولی به سختی، و یه سری اطلاعات مهم مثلا گراند و 5 ولت رو بیاید اینجوری بس کنید. مثبت مثلا LED این طرفه، آقا یا خانم مونتاژگر مثبت LED این طرفه، حواست باشه. خب همین، فعلا همینقدر کافیه. تا جلسه بعد بیایم راجع به این که حالا پدا رو چی کار کنیم یا یه سری کاره شلوغ پلوغ ترم صحبت کنیم بازون. خیلی ممنون که به این جلسه توجه کردین. میخوام که نظراتتون رو برام کامنت کنین، چه در راسته این باشه که چیزای بهتری بهتون یاد بدیم، چه در راسته این باشه که اصلا چی بهتون یاد بدیم. خب فقط آلتیوم نیست، ما رزبری پای، نمیدونم میکرو کنترلر، آردوینو، هر چی که شما بخواید تو حوزه الکترونیک نرم افزار میشه بهتون آموزش داد، ولی باید به دردتون بخوره. نمیخوایم الکی فقط یه ویدیو ضبط کنیم و همینجوری بذاریم تو فضای اینترنت پخش بشه. خب پس من منتظر خبراتون هستم.
اگر سوالی چیزی دارید توی این کار را به خود من بگید، میتونیم هم یه برنامه بذاریم که اصلا یه موقعی رو شاید تعیین کنیم، مثلا داخل کانال تلگرام تعیین کنیم، بیایم یه دونه مثلا جلسه مثلا اسکایپی چیزی برگزار کنیم، رفع اشکال از بچه ها، هر کدوم از بچه‌ای که مثلا اشکال داشتن میتونن بیان و با ما در میون بذارن، رو سیستمشون بهمون نشون بدن و ما رو سیستمشون بهشون یاد بدیم که دقیقاً چیکار کنن. شاد و پیروز باشین.